بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأمري. إلهي لو أردت هواني لم تهدني، ولو أردت فضيحتي لم تعافني. إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. قسمة أول مراجعات الشعبانية درخواست عفو و مغفرت هست و بياناتي كي خداي متعال بخاطر این بيانات انسان مورد ترحم قرار بده ادا شده و در واقع توجه به این مفاهیم قلب انسان را آماده می کنه که لیاقت دریافت رحمت ها و عفو الهی را پیدا کنه. بعد از این که چندین نوع بیان در اینجا به کار گرفته میشه که از اولش از اینجا شروع میشه که اگر من هیچ لیاقتی برای دریافت عفو و رحمت تو نداشته باشم، همین اقرار به گناه را وسیله قرار میدم برای اینکه راهی به سوی تو پیدا کنه. و بعد بیانات دیگری که تا اینجا اون اندازه‌ای که خدای متعال توفیق میداد عرض کردیم و یه توضیحاتی در اطرافش دادش. بعد از اینها به طور سربسته تأکید بر مطالب گذشته عرض می کنه که خدایا بنابراین تو حاجت من را رد نکن، امید من را ناامید نکن. کم کم با این بیانات گویا گوینده دیگه خودش را در حالی می بینه که استحقاق عفو و رحمت پیدا کرده با این تأدبی که در بیان به خرج دادی و توجهی که به صفات جمالیه الهی و رحمت و جود او پیدا کرد. در واقع یک تأکیدی است بر مطالب گذشته که الهی لا ترد حاجتی، حاجت من را رد نکن، ولا تخیب طمعی، اون امیدی که من دارم امیدم و ناامید نکن. ولا تقطع من که رجایی و عملی. بعد از این بیانات و توجه به لطف و رحمت الهی خودش را نزدیکتر به لطف و رحمت خدا میبینه، یواش یواش بیشتر زبانش باز میشه برای اینکه درخواست رحمت و توفت بکنه. این است که با یک بیان دیگری که یه پله بالاتر از بیانات دیگر هست و در واقع برای تقویت امیده. تا اینجا گفته شد چون جود و رحمت تو خیلی وسعت داره، من امید دارم به این که از این جود استفاده کنم. حالا میخواد یه مقداری از این هم بالاتر بیاد و امیدش را به رحمت الهی بیشتر کنه. میگه خدایا عزیز، تو در اینها من را هدایت کردی که بیام در خانت. وقتی کتابای آسمانی نازل شدیم، انبیا آمدن پیام الهی را رسوندن، این یک هدایت عام الهی است که البته قبلش هم هدایت عقل هست، ولی خب همه از این هدایت استفاده نمی کنن. همه کسانی که عقل دارند و همه کسانی که پیام انبیا را شنیدند که تحت تأثیر واقع نشدند، هدایت نشدند. بعضی از اونها هدایت شدند. همین که من ایمان به تو دارم،
در مقامی عذرخواهی برآمدن، در درخواست عفو و رحمت تو میکنم، این یک هدایتی است از ناحیه تو که شامل حال من شده. تو اگر اراده خیر به من نداشتی و میخواستی من را بیچاره کنی، خار و ذلیل بکنی، این هدایت رو به من نمیدادی، به همون هدایت عامی که همه داشتن به همون اکتفا میکردی. هدایت کرده بودید، همه انبیا آمدن دعوت کردن به راه حق، عکس العمل همه مردم که یکسان نبود، اون کسانی که تحت تأثیر واقع شدن و هدایت شدن یه توفیق زائدی بود از طرف خدای متعال، یه هدایت خاصی بود. این هدایت رو تو شامل حال من کرد. اگه میخواستی من بدبخت بشم، اگر میخواستی من خار و پست و ذلیل بشم و روی سعادت نبینم، خب این توفیق رو به من نمیداد. از این که تو این توفیق را به من دادی و این مرتبه از هدایت را شامل حال من کردی، از همین جا من تفعل میزنم به این که معلوم میشه تو اراده خیر داری، میخوای عاقبت من به خیر بشه. اگه نمیخواستی این توفیق را به من نمیدید. و از این که من را در میان خلق رسوا نکردی با اینکه کارهای زشتی مرتکب شده، اگه یکی از اینها آشکار شده بود در میان مردم، من رسوا می شدم، نمیتونستم زندگی کنم، آبروم می ریخت. در بعضی از دعاها و مناجات تفصیلا گفته شده که اگر آسمان ها از گناه من، از زشتی کار من اطلاع پیدا می کردن، من رو می رو بودن، لختطفتنی. اگر زمین از زشتی کار من اطلاع پیدا میکرد، من رو در درون خودش فرو میبرد. اگر دریاها از زشتی کار من اطلاع پیدا میشدن، من رو غرق میکردن، لاغرقتنی. این تعبیرات هست در دعاهای دیگه. به هر حال اجمالش اینه که من رو رسوا نکردی، آبروی من رو در میان مردم حفظ کرد. کارهای من خیلی زشت بود، حالا در مقام بیان زشتیش نیست، عرض کردم چون مناجات جنبه رجا اشغال به توجه به صفات جمالیه الهی است. ولی اجمالا کارهای من طوری بود که اقتضای این داشت که رسوا بشم در میان مردم، آبروم بریزه. ولی تو این کارو نکردی. این که منو رسوا نکردی، باز این رو نشانه این میگیرم که تو میخواستی من عاقبتم خیر بشه، میخواستی تا آخر آبروی من محفوظ بشه و من به راه صحیح بیام. ولو اشتباهیم کردم، کج رفتم، لغزش پیدا کردم، ولی تو میخواستی که بالاخره سرانجام من کارم به خیر منتهی بشه، اینه که نگذاشتی آبروم در میان مردم بریزی. اگه آبروم ریخته بود دیگه نمیتونستم تو جامعه زندگی کنم، تحصیل علمی برام میسر نمیشد، استفاده از مواعظ برام میسر نمیشد، استفاده از مؤمنین، مجالس مؤمنین، همه اینا نعمتهای خداست که در اثر آبرومندی بر آدم حاصل میشه. کسی که آبروش ریخته باشه که به اینجا راه پیدا نمیکنه، از این نعمتها استفاده نمیکنه. تو که آبروی منو حفظ کردی و نگذاشتی رسوا بشم، این را شاهد بر این میگیرم که اراده خیر داری به من. الهی لو اردت هوامی لم تهدی، اگه خاری من را میخواستی منو هدایت نمیکرد. اگر میخواستی من رسوا بشم، آبرو ما حفظ نمیکردی. پس خنا معلومی است، من اینها را دلیل میگیرم برای این که تو نمیخوای من رسوا بشم، میخوای من کار به راه خیر کشیده بشم و عاقبتم خیر بشه. این یک بیان. اصل این که من در کنار دریای رحمت تو ایستادم و امید به رحمت دارم، یه مطلب اینه که غیر از این رحمت واسعی که ممکنه شامل همه مخلوقات و شامل همه انسانها بشه، من یک خصوصیت بیشتری دارم، اینه که گناه کردم به تو من رسوا نکردی. یه لطف بیشتری است که در حق من اعمال کردی. این باعث میشه که امیدم بیشتر بشه. بعد یک راه دیگری باز برای تقویت امید، خود همین که من رو رسوا نکردی باعث تقویت امیدم میشه،
یک جهت دیگه این که هر کریمی وقتی سائلی از این سوال بکنه به حسب اقتضای کرمش و به حسب اقتضای موقعیت یه پاسخی به اون سوال کننده میده. حالا اگه سوال کننده به جای یک بار، دو بار، ده بار، صد بار سوال کنه، شخصی که خیلی کریم باشه همون دفعه اول هم سوال کننده رو بی جواب نمیگذاره. اما اگر یک کسی ده ها بار آمد در خانه این کسی، خیلی بعیده که اونا ناامیدش بکنه، تا برسه به جایی که یک کسی یک عمری را صرف کرد که یک چیز از یک کریمی بخواد. آیا میشه من ناامید بشه؟ خب انسان حوایج زیادی را از خدای متعال میخواد، دعاهای زیادی میکنه در طول عمرش، اما هر مؤمنی از آغاز تکلیفش، از اون وقتی که توجه پیدا میکنه که گناهی کرده و احتیاج به عفو داره، از خدا طلب عفو و رحمت و مغفرت میکنه تا آخر عمر. اگه واقعا ایمان داره و توجه داره به این که گناه موجب بدبختی هست، خواه ناخواه این درخواست از خدا میکنه. و معمولا مؤمنین استغفار، طلب عفو در طول عمرشون داره، یک بار و دو بار و ده بار و صد بار نیست، گاهی میشه در یک روز 70 بار دعا میکنه، در نماز شب 70 مرتبه استغفار میکنن، 300 مرتبه العفو میگن، و این کار ادامه داره در طول عمر. اون وقت انسانی که یک عمری را یک چیز از خدا خواسته و اون عفو و مغفرت هست، میشه ناامید بشه بگه نه خدا جواب من رو نمیده؟ الهی ما اظن که تردنی فی حاجتن قد افنیت عمری فی طلب هامنگ. اگه درباره هر حاجتی امید برآوردنش نداشته باشم، اون حاجتی که یک عمری را برای درخواست اون سپری کردم، اینا باور نمی کنم که نه به من ندی. این باز یک بیان دیگری است که نهایت تقویت رو برای امید انسان به عفو و مغفرت انجام میده. دیگه به اینجا که کار میرسه، دیگه کاملا مطمئن میشه که با این بیانات، با این توجه به لطف خدا، با این تأدب، با این لطفهایی که به خرج داده شده در بیان، دیگه مطمئن میشه که مشمول رحمت و عفو الهی قرار میگیره. میگه گمان نمی کنم که اینا دیگه رد کنی، احتمالش هم نمیدم، قطعا این دعای را میپذیری و مستجاب میکنی و این حاجت من را روا میدنی. وقتی اینجور احساس، اینجور حالی بهش پیدا میشه، دیگه بعد از اون مرتبه اول که اصلا راهی نداشت و با اقرار به گناه میخواست به خدا راه پیدا کنی، حالا رسید به اونجایی که میگه مطمئن هستم این حاجت من را خواهی داد، اصلا باور نمی کنم چنین حاجتی رو که یک عمری از تو خواستم رد بکنی با اون کرمی که تو داری. اینجا دیگه آشیاش خودشو خیلی نزدیک احساس میکنه به خدا، خاطر جمع میشه که این گناهش آمرزیده میشه، مشمول عفو میشه. اینه که شروع میکنه به ستایش خدا، الهی فلک الحق، حالا که مطمئن شدم که منو ببخشی، در مقام حمد و ستایش خدا برمیاد. چقدر هم بی پایان هم، فلک الحمد و ابدا ابدا، برای همیشه و همیشه ستایش تو میکنه، دائما سرمدن، همیشگی که فنا ناپذیر و انقطاع ناپذیر است. چنین حمدی که تو میپسندی و دوست داری که اینجوری حمد بشی، اون جور حمدی را من در برای تو انجام میدم که خودت دوست داری. فلک الحمد و ابدا ابدا دائما سرمدن، تأکیداتی است برای اینکه حمد یه لحظه ای و یک ساعتی و یه روزه نیست، همیشه برای تو حمد خواهم کرد، یه حمدن یزید و ولا یبید، نه حمدی که بعد خسته بشم دیگه رها کنم، هی روز به روز زیادتر میشه این حمد و ابدا انقطاع پیدا نمیکنه. یزید و ولا یبید کما تحب و تردا، اون صورتی که تو دوست داری و تو میپسندی.
خب حالا شما مراحلی را که در این قسمت ها گذرانده از نظر بگذرانید، توجه بکنید که بس مطلب را، بیان را از کجا با چه شیوه شروع کرد و به کجا رسوند. برای اینکه این مراتب را آدم درست در ذهن جا بیفته، ما باز از مثال اگر استفاده کنیم بهتر برامون جا میفته، از هم مثال هایی که در زندگی خودمون پیش میاد. فرض کنید که پدری یک گوهر گرانبهایی، یک کالای عتیقه قیمتی به فرزندش داده باشه، بخشیده باشه، فرض کنید یک ساعت خیلی قیمتی یا یک کالای دیگه، هر کسی متناسب شأن خودش داره، یه هدیه به فرزندش داده خیلی قیمتی است، سفارش کرده که مواظب باش این نشکنه، از بین نره، دوز نبره. فرزند مسامحه کرد، حالا یا در حین بازی فرض کنید پرت کرد برای یکی دیگه، یا بی‌مبالاتی کرد، حفاظت ازش نکرد، بالاخره این کالای قیمتی ارزشمند شکست، چیزی که برای او میتونست خیلی ارزشمند باشه، میتونست آیندهشو تأمین بکنه، ولی خب تنبلی کرد، بی‌مبالاتی کرد، سستی کرد، از سر هوس، از سر بازی، بالاخره این کالای قیمتی شکست. خب این فرزند در مقابل پدر ابتدا خب یه حالت ترس و وحشتی پیدا میکنه، خودش را مستحق عقوبت میبینه، اینقدر سفارش کرد، مواظب این باش، اینو نگهدار، من را رها کردم، اینجوری از دست دادم مفت، ولی خب چاره ای نمیبینه که به هر حال به یک صورتی عذرخواهی کنم، پدر به زندگیش با این پدر دیگه. حالا نه یه فرزندی که میگه نخب پدر چیه، اون فرزندی که فرض کنید وابسته به پدر، احتیاج به پدر داره، زندگیش او باید تأمین کنه. خب اول وقتی این احساس خطا رو میکنه، میفهمه که خیلی کار بدی کرده، دور وامیسته، اصلا جرأت نمیکنه بره نزدیک، هم دور دور سرش رو پایین میندازه، تو یواش یواش رو میکنه آرام آرام عذرخواهی کردن. حالا شما به بزرگی خودتون ببخشید، من بچگی کردم، نفهمی کردم، سرم نمیشد، برای شما که چیزی نیست، اینا قیمتی نداره، ده ها و صد ها امثال اینا رو میتونید شما داشته باشید، بعد به من بدید، از این به بعد بیشتر مواظبت میکنم. شروع میکنه به عذرخواهی کردن، آرام آرام که عذرخواهی میکنه، هی قدم قدم میره جلو. اگه یه پسر مؤدبی باشه و بلد باشه که چجور حرف بزنه، چجور دل پدر رو به دست بیاره، کمک کمک اونقدر با بیانات لطیف و مؤدبانه حرف میزنه که کم کم دل پدر رو به خودش مهربون میکنه، یواش یواش میره نزدیک پدر. بعد از این عذرخواهی ها و اظهار خضوع و پشیمانی و اینها، یواش یواش و نزدیک پدر میشه، پدر یه دستی میگشه روی سرش، نوازشش میکنه، دیگه کم کم سر مهر میاد. در اینجا در این حال دیگه خاطر جمع است که دیگه عقوبت و مجازاتی در کار نیست، علاوه بر این که مجازات نیست، پدرم سر مهر آمده، لبخندی میزنه، دست نوازشی بر سرش میکشی. در اینجا صحنه عوض میشه، دیگه به جای اینکه احساس ترس بکنه، دیگه احساس ترس که از بین رفت، تا به حال قدم قدم هم که میومد جلو، هی امیدش زیاد میشد، امید اینکه پدر بپذیردش، گذشت بکنه، دیگه ندیده بگیره کار زشتش. وقتی اومد و پدر دست نوازش گذاشت روی سرش و یا مثلا در آغوش گرفتش، دیگه کاملا خاطر جمع میشه که از مجازات اینها دیگه خبری نیست. در اینجا یک باب دیگری از گفتگو باز میشه، یه همچون فرزندی که بعد از این
سخنان مؤدبانه و لطیف دل پدر رو به دست آورده، میتونه لحن کلامش رو عوض بکنه و کلامی با یک لحن دیگری ادا بکنه که اگر از اول میگفت اصلا اعتنایی بهش نمی کردن، یه پس کردنی هم میزدنش بیرون. اما حالا یواش یواش وقتی اومده نزدیک و پدر رو سر مهر آورده، جا پیدا میشه که یه جوری دیگه سخن بگی. این جور حرف زدن یک زمینه خاص دیگری است که گاهی موجب تعجب میشه که چجور تو دعاها و مناجات ها این جور حرف ها زده شده، غافل از این که شرایط روحی دعا کننده عوض شده، حالا دیگه آماده شده که این جور سخن بگیر، این جور سخنی رو ازش میپذیرن در این حال. این همون است که یه بار دیگه من اشاره کردم، در بعضی دعاها و مناجات ها سخنی از سر ناز گفته میشه، مثل بچه ای که حالا اومده توی آغوش پدر کنده او خودشو لوس میکنه، با ناز و غنج صحبت میکنه. اینو بهش میگن دلال. کلمه دلال را هم اتفاقا ما این ماده رو داریم تو همین دعای افتتاح، مدلن علیک، از همین ماده است. دیگه احساس ترس و وحشت و اضطراب و این حرفا دیگه نداره، خیلی باز خودمونی اوریان صحبت میکنه و بلکه از سر ناز و غمزه هم حرف میزنه. اینجا میگه که خب حالا که خاطر جمع شد که عفو و رحمت هست و دستم به ستایش خدا برداشت شد، دیگه کاملا آشتی شد و شروع میکنه به ستایش کردن خدا. بعد عرض میکنه که الهی این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک. نظیر این بیان در اواخر دعای ابو حمزه هم هست، میگه الهی و سید و عزتک لئن طالبتنی به ذنوبی لأطالبنک به عفوک ولئن طالبتنی به لؤمی لأطالبنک به کرمک ولئن ادخلتنی النار لأخبرن اهل النار انی احبک. تو دعای ابو حمزه ظاهرا اینجوره، لأخبرن اهل النار به حبی لک. اینجور حالتی را مجسم میکنه که با این که داره نوازش میکنه بازم میگه که خب پس این کارهای زشتی که کردی چی بود؟ میگه اسمی از اینا نبر، اگه بخوای از اینها از من سوال بکنی منم در مقابلش از تو یک سوالی میکنه. لئن طالبتنی به ذنوبی لأطالبنک به عفوک. اینجا میگه اخذتنی به جرمی اخذتک به عفوک، اگه میخوای جرم منو به رخ من بکشی و بگی گناه کردی و اینها، من هم دست به دامن عفوت میشم. پس میگم عفوتو چی شد؟ اگه تو بگی گناهت چی شد، منم میگم عفوت تو چی شد. بلا این طالب تنی به لعمی لو طالبن نکبه به کرمیک، اگه مطالبه کنیم از من به واسطه پستیم و لعامتم، این کارهای لعیمانه چی بود کردی؟ این کارهای پست چی بود؟ کارهای زشت چی بود کردی؟ منم میگم کرم تو چی شد؟ این حالت دلال و غنج به اونجا میرسه که اگر در شرایط عادی گفته بشه نهایت بیادبی است، ولی در این حال خودش میشه یک کمال، مطلوبیت خاصی پیدا میکنه، نشانه کمال لطف اون شخصی است که او را مورد لطف قرار داده در اینجا خدای متعال. اصلا نشان دادن این حال نشانه این است که تو چقدر کرم داری، چقدر لطف داری که با اون همه گناهانی که من انجام دادم و زشتی های من به من اجازه میدی که اینجوری صحبت بکنم. اگر در این حال بخوام منو ببری به جهنم،
لا اخبرن اهل النار بحبي لك. بکنم بفرستی جهنم، بین جهنم یا من داد میزنم آهای بدونید من خدا را دوست میدارم. اون وقت چه خواهند گفت؟ خلایق میگن خدا یک کسی را که دوست میداشته بردتش جهنم. آدم کسی دوست خودش رو میبره جهنم، عذاب میبره. یعنی تهدید میکنه که انهو علیاذ بالله. میخوام خوب مطلب باز بشه، ببین چقدر خدا به بندش لطف میکنه که اجازه میده در مقام مناجات بعد از اون همه کارهای زشتش اینجوری سخن میگه. آها، اگه بخوای منو ببری تو جهنم، باز شرمم میاد بگم، رسوات میکنم. به جهنمی ها میگم با این که من دوست میداشتم خدا منو برده جهنم، ما چیکار میکنیم؟ این بیانیست فقط از سر دلال و غنج قابل قبوله، والا در مقام یک گناهکاری که در پیشگاه یک کریمی میخواد عذرخواهی بکنه، استغفار بکنه، کاری بکنه که از از مجازات در امان بمونه، اینجور سخن گفتن بیادبیست. بیشتر خود این موجبه این میشه که استحقاق و عقوبت جدید پیدا کنه. بیادب، میفهمی با کی حرف میزنی؟ چی داری میگی؟ اما وقتی اون لبخند رو میبینه و دست نوازش رو سرش هست، اون وقت خودش لوس میکنه. یا آها، اگه بخوای من رو کتک بزنی، میگم بابام با اینکه من رو دوست میداشت کتک زد. من با اینکه بابام رو دوست میداشتم کتک زد. اونجا هم به جهنمی ها خواهم گفت من خدا را دوست می داشتم در این حال افرادن می شد. این دیگه چیزیست که خاطر جمع دیگه بعد از این حرفی نخواهد بود. پس یکی از شیوه هایی که نهایتاً در مقام راز و نیاز با خدا مورد استفاده قرار می گیره در بیانات اهل بیت، فکر نمی کنم در جاهای دیگری کسان دیگری که از معارف اهل بیت محروم بودن این شیوه سخن گفتن را یاد گرفته باشند. اگه کسانی هم بوده از این خاندان یاد گرفتن. بعد از طی این مراحلی که از اون دوری آرام آرام نزدیک میشه و مورد نوازش قرار میگیره، اون وقت از سر دلال و غنج با خدا سخن میگه که اگه بخوای منو ببری جهنم، به جهنم یا خواهم گفت که من خدا را دوست می داشتم و در این حال من را آورده به جهنم. و این ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک. در این مناجات اینجوریست، اعلام می کنم که من خدا را دوست دارم. اونجا داشت لأخبرن اهل النار بحبی لک. مضمون یکیست، عبارت ها تفاوت می کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على